سلام دوستان میخوام راجع به مدیریت خلق پایین یا در واقع مدیریت افسردگی براتون صحبت بکنم ریچارد بندلر که عکسش رو میبینید روانشناس آمریکایی پایه‌گذار برنامه‌ریزی عصبی زبانی یا NLP یه روز یه نفر اومد پیشش و گفت سلام آی بندلر من افسردم آی بندلر هم جواب داد سلام منم ریچاردم بعد اون آدم تکرار کرد گفت مثل اینکه متوجه نشدیم این من افسردم گفت آره منم ریچاردم و بعد اون آدم گفت نه منظورم اینه که من چند ماهی هست که نسبت به قبل بی‌حوصله‌ام کسلم بعد بندلر گفت آها آه این شد وقتی که میگه من افسردم داری راجع به یه چیز خیلی وسیع صحبت میکنی همونطور که با گفتن من ریچاردم تو چیز زیادی از من نمیفهمی ریچاردهای مختلفی وجود دارن و ریچارد بودن نمیتونه چیز زیادی رو بده گفتن این که من افسردم اطلاعات زیادی نمیده چرا برای اینکه ما انواع افسردگی داریم و هر کدوم از اونا یه سبب شناسی جداگانه داره و روش مدیریت جداگانه داره بعضی از افسردگی ها واقعا یک کسالت جسمانی هستند. همونطور که شما با پرکاری تیروئید، با دیابت یا با ارز کنم خدمتون که یه بیماری پوستی برخورد میکنین مغز ما هم یه سری بیماری ها داره و بعضی وقتا که آدم ها میگن من دچار افسردگی هستم واقعا دچار بیماری افسردگی هستن خب روش, روش مواجهه با افسردگی وقتی یک بیماری هست کاملا متفاوته با وقتی که ما فقط حال هوای پایینی داریم خلق پایینی داریم اما یه بیماری افسردگی نداریم گاهی اوقات افسردگی برای ما یه لایف استایل یه سبک زندگی است مثلا یه آدمی است که اساسا غیر فعال زندگی میکنه مسئولیت کارها رو به دوش دیگران میندازه همیشه رأی ممتنع میده هیچ وقت نه موافقت سریح میکنه نه مخالفت سریح میکنه همیشه خودش اون پشت مشتا قایم میکنه تا بار مسئولیت کمتری در زندگی داشته باشه خب این آدم هم ممکنه که وقتی بگیم که چرا مشارکت فعالی نداری چرا مسئولیت بیشتری قبول نمیکنی بگه ببین من افسرده هم کلن افسرده هم. من از بچگی افسرده بودم این افسردگی دیگه یه بیماری نیست در حالی که یه آدمی هست که کاملا فعال بوده، اجتماعی بوده، اهل معاشرت بوده، مسئولیت قبول میکرده اما الان چند هفته هست یا چند ماهی هست که خلقش پایینه، احساس علاقه و لذت نمیکنه، خوابش به هم ریخته، اشتهاش به هم ریخته، احساس خستگی مرتب میکنه. خب این آدم واقعا دچار یک کسالت شده که باید یک برخورد طبی کرد. بنابراین وقتی راجع به افسردگی صحبت میکنیم یا راجع به خلق پایین صحبت میکنیم داریم راجع به یک علامت صحبت میکنیم همینطور که یه نفر که میگیرن داره ما بلافاصله نمیتونیم براش چیزی یه نفر که سردرد داره ما نمیتونیم بلافاصله براش داروی ضد میگیرن تجویز بکنیم ممکنه سردردش میگیرن باشه ممکنه سردردش سینوزیت باشه ممکنه سردردش ناشی از ارز کنم که دوربینی یا بینی یا آستیگماتیسم باشه ما باید اول تشخیص بدیم که این سردرد علتش چشم علتش سینوساس علتش تن، تنش ازولانی علت فشار خون بالاست یا هر چیزی اون وقت به سمت درمان بریم این که بخوایم مدیریت کنیم افسردگی و اول همه باید بفهمیم که این افسردگی در واقع چه نوع افسردگیه و علامت چه فرایند من قبل از هر چیز میخوام افسردگی های طبی رو راجبش صحبت بکنم به خاطر اینکه افسردگی های طبی یعنی افسردگی هایی که دلیل فیزیولوژیک و ژنتیک داشته باشه اگر درمان طبی براش صورت نگیره خوب نمیشه اگر دوره ای باشه ممکنه خود به خود خوب بشه ولی دوباره سال بعد دو سال بعد دوباره این افسردگی برمیگرده یا ممکنه مزمن بشه و مدت طولانی این افسردگی ادامه داشته باشه مثلا یک سال و نیم نفر دچار افسردگی باشه تا دورش تموم بشه و این طولانی بودن یا این اوت کننده بودن کلی سبک زندگی یه نفر رو به هم میریزه ریزه افسردگی هایی که علت طبی داشته باشند که راجع بهشون میخوام صحبت بکنم فقط با درمان طبی پاسخ میدن با حرف زدن با مشاوره دادن با نصیحت کردن با جایزه دادن برطرف نمیشن خب این افسردگی ها میخوام اول بشناسیم برای اینکه این افسردگی ها اولا نیاز به درمان طبی دارن و ثانیا که بعضی از این افسردگی ها ممکنه که خطرناک باشن چون یکی از شایع ترین علت خودکشی افسردگی درمان نشده است بنابراین تشخیص ندادن و درمان نشدن افسردگی ممکنه که برای فرد خطرناک تموم بشه من یک کتابی راجع به افسردگی سال 2000 می که این کتاب آمار افسردگی و درمان افسردگی توی بریتانیا رو نشون میداد توی بریتانیا طبق این آمار از بین آدم هایی که افسرده شده بودن ارز کنم که فقط ده درصدشون به درمانگر به پزشک مراجعه کرده بودن 90 درصدشون فکر کرده بودن خب خستن چه می‌دونم شرایط محیطی باید عوض بشه شغلشون رو باید عوض کنن روابطشون رو باید عوض بکنن در حالی خیلی وقتا ممکنه احساس بد ما ناشی از در واقع مغز ما باشه وقتی مغز ما افسرده میشه نه طعم غذا برامون خوشاینده نه بازی ها و تفریحات قبلی برامون خوشاینده نه آدمی که دوستش داشتیم میتونیم احساسات عمیق و شدیدی نسبت بهش داشته باشیم و اگه ما فکر نکنیم که این افسردگی نیاز به درمان داره و مراجعه نکنیم برای درمان ممکنه که روش هایی که برای تطیق با اون انجام میدیم خودش روش های پرهزینه ای باشه مثلا طلاق گرفتن به خاطر افسردگی. یا خودکشی کردن به خاطر افسردگی یا پناه بردن به مواد به خاطر افسردگی باز بخش زیادی از آدم هایی که به مواد پناه میبرن برای اینکه میخوان حال بد خودشون رو خود درمانی بکنن چون نمیدونستند که این حال بد هم مثل یک بیماری پوستی، بیماری چشمی، بیماری عضلانی، استخوانی این هم نیاز به تبابت داره. خب این لیست افسردگی هایی که باید به عنوان یک بیماری باهاش مواجه بشه و نیاز به درمان طبی داره یکی افسردگی هایی که بهش افسردگی دو قطبی میگیم یعنی یه نفر یه دوره های افسردگی داره و یه دوره های برعکس افسردگی که ما بهش مانیا یا شیدایی میگیم یه حالت ها دوره هایی داره که کاملا خلقش بالا میره از حال معمول بالاتر مثلا بیش از حد پرحرف میشه ساعت ها با تلفن با این اون صحبت میکنه بیش از حد فعالیت میکنه مثلا همیشه به طور معمول ساعت دوازده شب میخوابیده حالا مثلا ساعت دو صبح هنوز داره چت میکنه یا هنوز داره برش مثلا جمع جور میکنه یا هنوز داره فیلم نگاه میکنه بیش از حد ولخرج میشه یعنی خریدهایی میکنه که براش ضرورت نداره بیش از حد در واقع توی قلم روی دیگران میره یعنی زیادی به دیگران نزدیک میشه زیادی مسائلش رو برای دیگران بیان میکنه چیزهای خصوصیش رو با دیگران در میون میذاره و این وضعیت معمول این آدم نبوده نه اینقدر همیشه برونگرا بوده نه اینقدر همیشه معاشرتی بوده نه اینقدر ولخرج بوده نه اینقدر پر حرف بوده نه اینقدر پر کار بوده و گاهی اوقات این در واقع افزایش فعالیت مغز باش میشه از این شاخه به اون شاخه به پر یه کارو نیمه تمام بذاره به سراغ یه کار دیگه بره و این یه دوره است این دوره ممکنه یه هفته طول بکشه یا یه ماه طول بکشه و هر وقت که شما دوره های مانیا دارید حالا دوره های افسردگی هم دارید این یک بیماری به اسم اختلال خلقی دو قطبی بایپولار پولار مود دیزوردر که این بیماری حتما نیاز به درمان طبی داره و بدون درمان طبی یعنی درمان با کمک دارو و روش های طبی درمان نمیشه